همچین بچه رو انداخت بالا که اعظم صاحب داشت زهره ترک میشد. کجا داشت زهره ترک میشد؟ من عاشق اون بچه‌ام. اصلا پدر من عاشق بچه‌ام. نه مادر جون. تو با خانم جانم به نظرم وقتش رسیده که برای محمود آشینا رو بالا بزنی. این محمود آقای ما چشمش دنبال گلنار خانومه. چیه؟ اشتباه میگم؟ نه اشتباه میگم؟ ببخشید پدر. کجا؟ یعنی چی؟ بیا بشین شام تو بخور. محمود باید زن بگیره. باید دست زنشو بگیره بیاد همینجا تو این عمارت پشتی با هم زندگی بکنن. تا وقتی هم که تحصیل میکنه مخارجشو تأمین میکنن. محمود باید زنی بگیره که از یه خانواده اصیل باشه. به ماها بیاد. به خانواده شما بیاد. من همیشه خدا رو شاکرم که شما قدم رنجه فرمودین و اومدین به زندگی من. وقتی این نجابت رو در شما میبینم دلم قرص میشه. همه ی دلتنگی ها میشه دلخوشی. از شما ممنونم توبا خانم. وقتی هم نفس میرزا احمد خان شدی دیگه کارت سخت میشه. هنوز یادم نرفته روزی رو که اومدم منزل آقای مرحومتون برای خواستگاری از شما. همه میگفتن چطور ممکنه همسر مردی بشی که یه بچه خل و جل داره، ولی شما جلوشون وایستادین، گفتین میمونم تا بمیرم. واسه اولش ترسیده بودم، ولی با صداقتی که تو کلام و نگاهت دیدم دلم قرص شد. وقتی گفتین اگه قرار باشه با من زندگی بکنی باید پسر من و امیر مسعود با همین وضعی که هست قبول بکنیم، فهمیدم که باید نه منت گذاشتی سر این طبیب که خودش طالب شفاست و شفای من توبا بود. شما که روز به روز حالتون بدتر میشه خانم. اگه یک هفته بستری بشی تو مریض خونه من دیگه غمی ندارم. نمیتونم تا این بگیر و به بند حجاب را افتاده من نمیتونم پام از خونه بذارم بیرون. به به آقای دکتر رو باش، میخوان برات زن بگیرم. اون دخترم که پر زد و رفت. ازدواج بیعش مثل کفتری میمونه که نوک نداره تا باهاش دون بخوره. منم باید برم ببینم مادر بزرگ یکی بیوه شده تا برم بگیرمش. دختر دم بختم که نمیدن. آقامونم آستین بالا نمیزنه. باست آستینای مشرمزون رو بالا بزنم برای خودم. مشرمزونم که بیلزن نیست، وگرنه باغچه خودش رو بیل میزد. زپلشک آروم موازه باش. موازه باش نیفتا. آروم بیارم. موازه باش. ای بابا آقای مهداد دریه کتابا رو کجا بذاریم؟ بریم تا بهتون میگم. پدر این دارم بذارم تا اینه بزا قفص آخری. موازه باش نیفته ها. اینه رو بذار اونجا. آقا جون ببخشید. بله. اینجا قراره که کتاب فروشی بشه؟ با عزتون. خیلی خوش اومدید. من همسایه شما هستم. همین نزدیکی نبش میدون منیریه. مطب دارم. طبیبم.
طبیب چشم. چشم دریچه قضاوت آدم هست. هرچی بهتر ببینن بهتر زندگی میکنن. ما الان احتیاج داریم به چشم پزشکایی که درست نگاه کردن رو به مردم آموزش بدن. من کاملا با شما آشنا هستم آقای دکتر وزیری. خدا رحمت کنه رفتگان شما رو. پدرم مریض شما بود. ببخشید شما؟ مهرداد هستم. جعفر مهرداد. آرتیست و رژیستر تئاتر. خدا رحمت کنه پدرتون رو. چه مرد شوخ‌طبع و سرزنده‌ای بودن. درست مثل خود شما. منم سعی کردم که تو زندگی خنده از رو لبام پاک نشه. راستی آقای مهرداد، حاشیه‌های جنگ هنوز به تئاتر نرسیده؟ چرا نرسیده؟ مگه میشه نرسیده؟ الان جهان روی مقوله جنگ متمرکزه. اتفاقا ما داریم یه پیسی کار میکنیم که بی ارتباط با این مسائل نیست. در مورد جاه طلبی آدم هاست. تئاتر هملت، شاهکار ویلیام شکسپیر، زندگی یک شاهزاده دانمارکیه. دوست دارم دعوتتون بکنم که بیاین از نزدیک این تئاتر رو ببینید. من تئاتر رو خیلی دوست دارم. با کمال میلم قبول میکنم. معذرت میخوام، من فراموش کردم که پسرم رو معرفی بکنم. محمود. بابا جناب محمود خان وزیری. خیلی خوشبختم. ماشاءالله برای خودش یلیه. میگم اگه تو این محل هوای ما رو داشته باشی یه نقش خوب تو تئاتر بهت بدم. قد و قوارش جون میده برای تئاتر. داره طب میخونه. دکتر داروساز میشه. بارکلا. خیلی خب، پس من باید دو تا بلیت بدم خدمتتون. یکی برای استالی، یکم برای آقازاده. تئاتر فرهنگ، خیابون لاله‌زار. خیلی متشکرم. ممنون. خوشحال شدیم. و همچنین. خدا نگهدارت. خدا نگهدار. آقا همین شب جمعه ها، فراموش نشه. بشه تابی، بشه تابی. تئاتر بزرگ همدل شروع کن. عجله کنید. عجله کنید، بشه تابی. تئاتر بزرگ همدل اثر جاودانی نویسنده بزرگ انگلیسی. بشه تابی. همدل شروع شد. تئاتر همدل شروع شد. بشه تابی. این تئاتر بزرگ از دست ندید. بیایید تماشا کنید. بشه تابید. یوریک. این قبر مال کیست آقا؟ این قبر مال من آقا. چند وقت است که قبر میکنی؟ از وقتی که شاه فقید ما حملت پدر بر نروژ پیروز شد. از آن زمان تا به حال چقدر میگذرد؟ از وقتی که حملت پسر به دنیا اومد، همون که حالا دیوونه شده، فرستادنش انگلستان. این جمجمه رو میبینی؟ مالکی است. این یوریکه، دلغک پادشاه. یوریک؟ آیا اسکندر کبیر دنیا رو اینگونه نظاره میکرد؟ بله همینطور. اسکندر کبیر به خاک سپرده شد و از خاکش می شود گل ساخت و از آن گل می شود. آیا نمی شود سوراخ بشکه را گرفت و از آن وصله دیواری را می گیرند تا باد نیاید؟ جدی میگی؟ آقا جدن خسته نباشید. بعد شما بفرمایید. خسته که نشدید. نه اصلا. بعد شما بفرمایید. آقا بشینیم یه قهوه با هم بخوریم و بریم. متشکرم. جدن تبریک عرض میکنم. آقا خیلی جرأت داری. دیگه دلو زدیم به دریا. گاهی اوقات شطور سواری دلا دلا میشه، ولی تو این زمانه نمیشه. و البته شرایط فرق میکنه. شکسپیر میخواد یه چیزی رو بگه. قدرت کوره. برای همینم کلودیوس برادر خودشو میکشه برای کسب قدرت. ولی خطر کردی مرداد خان.
الان وقت مناسبی برای گفتن این حرفا نیست، علل خصوص در مورد جاه طلبی آدم ها. آقای مهداد تشکر. قربان شما. بالاخره یه کسی باید حرف دل مردم تو تئاتر بزنه یا نه؟ تئاتر نمیتونه نسبت به مسائل پیرامونی خودش بی تفاوت باشه. تئاتر باید معترض باشه، باید استبداد ستیز باشه، وگرنه میمیره. تو تمام آثار شکسپیر این مسئله هست. شما تون برای ما که علاقمندی به موسیقی چی هست؟ خب موسیقی علمه، باید یاد گرفت. همینجوری هیچ کس نمیتونه موسیقی دام بشه. درست. تشکر استاد. ممنون. استاد روح الله خالقی از بزرگان موسیقی. آقای دکتر وزیری پسرش مرداد تبریک عرض می‌کنم. خیلی خوب. قربان شما. خیلی خوشم اومد. لطف کردید تشکر. بفرمایید. خیلی خوشحالم که خدمت شما رسیدم. منم سلام عرض کردم. شکر. بفرمایید. آقای مرداد ابری نیست؟ من اسم شما رو چندین بار شنیدم آقای دکتر وزیری. شما چشم به ذکر هستی. بهتره بفرمایید خطاط. مشق می نویسم. اجازه بدید در حضور شما نگم که از هنر مطلع نیستم. آقای خالقی، آثار شما آرام بخش دل هاست. منت بذارید اگه مایل هستین یه توک پا تشریف بیارید مطب. اونجا در خدمتگذاری آمادم. خب بفرمایید مطب شما نشونیش کجاست؟ زیاد دور نیست. نبش میدون منیریه. خب آقای فخاری حالا به چپ نگاه بکنید. بفرمایید اینم چپ. چشمک نزنید لطفا. چشم. خیلی خوب. شنیدید که شاپور علیرضا چه افتضاحی به بار آورده؟ دزدیده شدن اون دختر طفل معصومو میگی؟ خبرش که همه جا پیچیده. میگن پدر دختره رو بردن شهربانی، انقدر زدنش تا رضایت بده. چی بگم؟ زدن به سیم آخر. اون از کشف حجابشون که حتی کی به ناموس مسلمون کردن، اینم از قلدری شازدهاشون. این شاه قزاق میخواد دین و ایمون رو از این کشور بیرون کنه. مرحوم مدرس میگفت میخوان اسلام رو از بین ببرن. میخوان شیعه علی نتونه قد علم کنه. عزاداریامون رو قدغن کردن. جلوی منبرا رو گرفتن. این قزاق پیر روستا به روستا مأمور میفرسته به وقت محرم. تعزیه خونی شده جرم. ارباباش بهش دستور دادن. همونایی که آوردنش کردن شاه. از این سروان سنی که آجودان ولیعهد بهاییه. حالا برو ببین دیگه تو ارتش چه خبره. عبدالحسین نعیمی، اونم که بهاییه. اصلا از روز اول بهایی ازش پشتیبانی کردن. عرض نکردم. خدا به داد اسلام برسه. بفرمایید. با این بلاهایی که رضا خان سر قم آورده نمیدونم چی میخواد بشه. پناه بر خدا، این ماجراها به مو میرسه. صدای چی بود؟ شرفا ببین ناموس مردمو چجوری باباتون میزنن. بریم. باملاس مجوز لباس تو بده. جونم
عزیزم جانم، بفرمایید. نمیدونستم درباره پهلوی بعد از اون همه شعار تجددگرایی هنوز در بربریت به سر میبره. یادم گفتی بیشتر اقدامات پدرت برای آزادی زنان و برابر بودنشون با مردان بوده. کشف حجاب و بگیر و ببندها. اون وقت از به دنیا آوردن این دختر اونقدر عصبانی میشه که حتی به دیدن نوش نمیاد. این جاهلیت زمان قبل از اسلامه، نه تجدد. فوق‌العاده، فوق‌العاده، جنگ آلمان و شوروی، فوق‌العاده، 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 نبرد تبریز، فوق‌العاده، 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 پیروزی آلمان در همه نبرد. لندن، بنگاه سخن‌فراکنی بریتانیا، بی بی سی. شاه ایران با کمک‌های مخفیانه‌ای که به آلمان‌ها داشته به ویرانی‌ها و قصدعام‌ها دامن زده است. سران متفقین می‌باید فکری به حال شاه صفاک ایران بکنند. در غیر این صورت آلمان‌ها با کمک او به قتل و خونریزی مردم بیگناه لندن اقدام می‌کنند. شنوندگان عزیز، تحرکات ستون ایران در معرض سقوط قطعی قرار گرفته و ستون پنجم آلمان در تمامی ادارات و سازمان های ایران. نمایندگان محترم در ایران، دولت آلمان به ایران اصرار کرده مواظب عوامل اطلاعاتی انگلستان که در ایران نفوذ 300-400 ساله دارند باشند. اخبار رسیده از آبادان میگوید نفرات اینتلیجنس سرویس که ظاهرا متخصص و تکنیسیان فنی هستند در داخل تصفیه خانه نفت کاملا مسلح شدند. همینطور به تمام کارکنان انگلیسی در سراسر مناطق نفتخیز اسلحه گرم داده شده و ناوهای جنگی زیادی در سواحل ایران به تردد مشغولند. تا بخش بعدی خبر، شما را به شنیدن یک موسیقی کلاسیک زیبا دعوت می‌کنم. آقای بلاد، خوشحالم از ملاقات شما. ما خیلی میل به ادامه سلطنت نداریم. ما دوست داریم در ایران جمهوری برقرار بشه. خیلی تند نرید آقای اسمیرنوف. ایران لقمه ای نیست که به تنهایی اونو ببلیم. رضا شاه خدمات فراوانی به ما کرد، اما دوستی شما برای ما مهمتره و شما میدونین که ما انگلیسی ها هیچ وقت از جیب خرج نمی کنیم. اما نکته مهم ایرانی ها هستن. رضا شاه جایگاهی بین مردم ایران نداره. تا حالا هم با کشتار و سرکوب و حمایت ما پابرجا مونده. ایران باید امن بمونه تا بتونیم از راه آهن و امکانات اون برای تقویت جبهه شما استفاده کنیم. خدا به دادمون برسه، اگه تبعاتش دامن ما رو بگیره چی میشه؟ فعلا که آلمانا هوامونو دارن. سگ زرد برادر شمال، مگه انگلیسی چه گلی به سرمون زدن که آلمانا بخوام با سمون کاری رو؟
ما بیشتر به جانشینی ولیعهد اون فکر میکنیم. روی کار اومدن یک شاه ضعیف و جوان به نفع ما و شماست. ارتش شاهنشاهی چی کار میکنید؟ ارتش؟ کدوم ارتش؟ مثل اینکه شما هم شوخی قشون متحد و شکل رو جدی گرفتید. اولین گام دادن اولتیماتوم به رضا خان که کارشناسان آلمانی رو از ایران بیرون کنه. بعد به بهانه حضور آلمان ها در ایران اینجا رو اشغال میکنیم. اینجا لندن، بنگاه سخن پراکنی بریتانیا، BBC. شنوندگان عزیز، دولت بریتانیا از وجود ستون پنجم آلمان در ایران ابراز نگرانی کرده. سر آنتونی ایدن، وزیر امور خارجه، در نطق امروز خود در مجلس بریتانیا عنوان کرده است حضور شبکه جاسوسی آلمان در ایران برای سیاست متفقین چندان خوب نیست و پاسخ دولت ایران در این خصوص قانع کننده نبوده. روس‌ها و انگلیس‌ها از پدرم خواستن که اتباع آلمانی را اخراج کنه. پدرم اعتقاد داره ما اعلام بی‌طرفی کردیم و هیچ کنه پیشنهادی که مغایر با اصول بی‌طرفی باشه رو نمیپذیریم. انگلیسی ها خیلی هم بی‌تجربه نیستن. بالاخره عکس العمل نشون میدن. همین الان بولارد و اسمیرنوف سفرهای روس و انگلیس منزل من بودن. همونجا اعلام کردن نیروهای شوروی و انگلستان از شمال جنوب وارد ایران شدن. من که هر کاری خواستن واسه شون انجام دادم. بهبودی؟ اعلیحضرت. فوراً سفرهای روس و انگلیس رو احضارشون کن. بگو ولیعهدم حضور داشته باشه. جسارتن قربان، همین الان به من خبر دادن ناوهای انگلیس وارد بنادر جنوبی شدن. نیروهای انگلیسی و هندی اهواز رو بمباران کردن و نیروهای شوروی هم به آذربایجان هجوم آوردن. بس دیگه، ادامه نده. آقای بولارد. اعلیحضرت، شما چرا به ایران حمله کردین؟ اگه چیزی لیاز داشتید میگفتید براتون فراهم میکردم. اگر هم مقصودتون اخراج آلمانی هاست، مدت هاست که خیلی از اونها را از ایران بیرون کردم. فعلا اختیارات از دست سفرای سیاسی خارج شده و به دست فرماندهان جنگ افتاده. پیداست که وزیران و مباشران شما را از حقایق آگاه نکردن. ما چندین بار توی نامه و تلفن تذکر دادیم. به هر حال ما دستور العملی نداریم، باید منتظر بمونیم.
با اجازه. آقای منصور. بله قربان. به دولت اطلاع بدین سریعا تشکیل جلسه بده. میخوام راجع به موضوعی شور کنم. قربان، شاید بشه با انگلیسی ها وارد مذاکرات شد، اما من از روسا بیشتر بیم دارم. آیون، همونطور که در جریان هستید، کشور از شمال و جنوب مورد هجوم قوای روس و انگلیس قرار گرفته. در شرایط فعلی هم من راهی جز استعفای خودم از مقام سلطنت نمیبینم. جسارتاً قربان، این امر شما برای سیاست خارجی ما خوب نیست. خواهش میکنم دستور بفرمایید دولت استعفا بده. آقای منصور، یا شما نفهمیدی یا اینکه من نتونستم منظورم رو خوب بفهمونم. با استعفای دولت چیزی درسته میشه؟ بیانیه استعفای منو برای خوندن تو مجلس آماده کنید. قربان، صلاح نیست. اجازه بفرمایین این موضوع رو در روزنامه اطلاعات بر اساس استعفای دولت تنظیم کنیم. خواهش میکنم یه قدری تأمل بفرمایید. آقای آهی، شما مسئول تشکیل کابینه بشید. جسارتاً قربان، اگه اجازه بفرمایید بنده رو معاف کنین. توصیه نوکر اینه که در این شرایط حساس و بحرانی فردی باید تشکیل کابینه بده که از هر حیث به انگلیس ها نزدیک باشه تا بتونه اوضاع رو تحت کنترل در بیاره. بنده برای خودم چنین امتیازی قائل نیستم. فقط یک نفر این ویژگی رو در شرایط فعلی داره، آقای محمد علی فروغی. اونه که رگ خواب انگلیس ها دستشه. خواهش میکنم آقای فروغی، قبول کنید نخست وزیری رو. نمیتونم اعلی حضرت، من مریضم، ملولم. میدونم من به شما بد کردم، سالها مغضوب من بودی، اما الان سلطنت من در خطره. کشور در اشغال قوای متفقینه. میدونم. پس خواهش میکنم قبول کنید. هر کاری بگید میکنم، هر شرایطی هم داشته باشید قبول میکنم. دیگه خیلی دیر شده اعلی حضرت. نه، دیر نشده. اگه شما بخواین دیر نشده. انگلیس ها برای شما احترام زیادی قائلن آقای فروغی. کمکم کنید، کمکم کنید. فوزیه، این وقت شب اینجا چه کار میکنی؟ دیدم در نیاوران شما رو نمیبینم، گفتم دست کم من شما رو ملاقات کنم. شهناز کجاست؟ پیش پرستارشه. تو نباید میومدی اینجا فوزیه، برگرد برو. باشه میرم، ولی اول حرفامو میزنم بعد میرم. شما به هیچ کدوم از وعده‌هایی که دادین عمل نمی‌کنی. من از مصر به ایران نیومدم که تنهایی و غربت بکشم. سفیر مصر که شما رو تنها نذاشته، گذاشته؟ من با سفیر مصر ازدواج نکردم. من با محمد رضا ولیعهد ایران ازدواج کردم.
از شما شکار و تفرج نمیخوام. احترام میخوام که ندارم. فرزند شما چه گناهی کردی؟ چه گناهی کردی که دختر به دنیا اومد؟ انگار من یه تاونی به دنیا آوردم. همه ازش دوری میکنم. من رسما یه زندانی، یه زندانی محترم. چه جای این حرفاست؟ پدرم داره سقوط میکنه و شما از من مهر و محبت و بچه نوازی طلب داری. برگرد برو همون جایی که بودی همین الان. اعلی حضرت تشریف فرما شدن قربان. بالاخره فروغی رو مجابش کردم نخست وزیر بشه. پیر مرد تفره میرفت. اون با انگلیس ها صحبت میکنه به دو شرط: استعفای من و خروجم از ایران. سلطنت تورم تضمین کرد، از قول بریتانیا تضمین کرد. چیه؟ ناراحت شدی؟ اصلا ناراحت نباش، نمیخوادم نگران پدرت باشی. حالم خوبه، خوبه پسر. پادگان اقل مرغیشون شده. یه خلبان شطره خوابونده زیر گوش برماندهش. اینو بخونیم چی نوشته. ببینم. توجه کنید، ایرانیان، هزارها آلمانی در خاک شما هستند. اینها به تدبیر مقامات مهمی در صناعت حائز گشتند. فقط منتظر یک کلمه از هیتلر هستند که منابع اصلی مالی شما را تارمار سازد. سفارت آلمان برای آنها تشکیلات جامعی ترتیب داده. هر کدامشان به خوب بخون دیگه. اگر شما با ما مساعدت بکنید، من با شما مساعدت میکنید. من میرم مساعدت بکنم. یعنی چی؟ اینو بدون فاشیست. یعنی خودشو فروخت؟ لندن، بنگاه سخن پراکنی بی بی سی. خلاصه اخبار. اخبار رسیده از منابع موثق در تهران حاکی از آن است که شاه سالخورده ایران که از وقایع رویداد در روزهای اخیر و متواری شدن نیروهای ارتش شاهنشاهی از پادگان‌ها که تبلیغات توخالی اداره کل تبلیغات ایران و اظهارات محمد شایسته وزیر مختار ایران در به من دروغی میگین که متفقی خواهانه ترخیص دو لشکر توی تهران هستن. دروغگوی اشکال، دروغگو. بس که مفت خوردین و چاپیدین، هار شدین. هار شدین، هار شدین. پاشو سر پاش کن. همه تون دروغگوین. بهبودی، همه تون دروغگوین. بهبودی، بهبودی. اعلیحضرت، آقای فروغی شرفیاب شدن. این دوتا آشغالو بده حبسشون کنن تو لونه سگا تا یاد بگیرن که دیگه به من دروغ نگن. چشم قربان.
شده آقای فروغی؟ بگو. اعلی حضرت، ارتش شوروی تا قزوین پیش اومده قربان. انگلیس‌ها برام پیغام فرستادن که روس‌ها گفتن اگه دو لشکر تهران ترخیص نشه ما پایتخت رو تصرف میکنیم. حضرت نخجوان و ریاضی کشن عصب الفرموده فرستادیم حبس تو لونه سکا. بیچاره ها رو یه چند ساعتیه که همین طوری از پادگان های باقشاب و اشت آباد دارن ترخیص میکنن. آقا بدون جیره و مغازه فکر اینا نکردن که بچه های مردم چجوری خودشونو برسونن به ولایتشون. آقا عهد احمد شاه کی مردم رو اینقدر اذیت میکردن؟ کی؟ اگر درگیری هم بود بین رجال تو خودشون حل فصلش میکردن. یادش بخیر، یادش بخیر، عجب صفایی داشت. اون از این بدتر، این از اون بدتر، یکی از یکی دوستر. فقط بدبختیش مال این مردم فقیر بیچاره است. ای گفتی آقا. سلام آقا سقی. چطوری امین مسعود شاه؟ یه دقیقه این گاری تو به من قرض میدی؟ میخوای چیکار؟ برای کار خیلی میارم برات. تو بعد حسابی اول باید کرهش بدی. نه اون دفعه هم داستان داشت پول ندادم. حالا بعدم بهت میگم. زود میارم. وایس ببینم کجا میبری؟ میام زود. امین مسعود گاری کجا میبری؟ سلام استاد. این سربازا گرسنه شون ملتفتی؟ بله. یه صد تا نون بده ببرم براشون. این از اون سربازا زیاد قرب برن. یه دو صد یه چرخ بزن بیا. بعدا برو قربونه. خیلی ممنون. باش بیا. تو خوشخوشی دو آتیشه. پس پولش چی؟ پول چی؟ مگه برای ننم میخوام؟ برای سربازای بند خدا میخوام؟ همه باید کمک کنم به این سربازا. هر کی به وسط خودش باید کمک کنه. شما هم کمک کنید، ما هم کمک میکنیم. کیا دیگه میتونن کمک کنن؟ میان کمکت میکنیم. اگه من نخوام کمک بکنم کیو باید ببینم؟ دولت اگه ارزه داشت سربازا چند تو خیابون جمع میکرد؟ تو سرت یه زیاد تایی بیا دیگه چند به شما فرق داده؟ نه بابا زندگی مو جمع کرده. مرد ناحسابی، همه باید کمک کنن. کمک میکنی؟ هر کی به نوبه خودش باید کمک کنه. چرا گدابازی نر میاری؟ به خاطر یه خود پنیر نر گدابازی نر میاری؟ بره سب کنیده دیر رسیده بودم کار دستش میدادن. چی بگم والا مشنم ازون. برو ببین چقدر خسارت دیدن، همونجا باشون حساب کن. چشم آقا. خدا آقا جون حالت خوبه؟ استاد خیلی شرمنده. به زحمت افتادید به خدا. مادر چی به روز خودت آوردی؟ دکتر بخیه نمیخواد سر بچه‌ام؟ عوارض شروع جنگ جهانی دوم بالاخره دامنگیر سرزمین عزیز من ایران شد. نیروهای متفقین قصد اشغال پایتخت رو دارن. احساس میکنم پایه های حکومت رضا شاه سست شده. منتظرم ببینم اون ارتش قدرتمندی که همیشه ازش صحبت میشد در برابر قشون بیگانه قرار چطوری مقابله کنه. وضع تهران اصلا خوب نیست. سربازا از پادگانا ترخیص شدن، رها و سرگردون، گرسنه و بیپول. صحنه‌های بدی از این سرگردونی رو دیدم تو خیابونا. میخوام به زودی حسین فردوس همکلاسی سابقم در لوزان رو ملاقات کنم. به هر حال اون به ولیعهد ایران محمد رضا پهلوی خیلی نزدیکه. اینا تو لوروزه به وضوح دیدم. حتما اطلاعات خوبی داره از وضعیت موجود.
شاید ارتش ایران بخواد فراخوان بده برای جنگ با خشون متفقین. خیلی خستم. دست نوشتم و با این جمله تموم میکنم. تا چه پیش آید از این پس؟ 11 شهریور 1320 خورشیدی، محمود وزیری، تهران، منیریه. با اینکه فروغی صحبت کرده و قول مساعد ازشون گرفته، باید مطمئن بشم نظر انگلیسا راجب سرنوشت من چیه. این کار فقط از قوام شیرازی برمیاد. دختر به پسرش دادم واسه یه همچین موقعی. خوب اعلی حضرت، گفتن شاهنشاه امر فرمودن به سر دویدم. به این اربابای پدر سوختت بگو واسه من چه نقشه‌ای کشیدن. میخوام با من چی کار کنن؟ اربابای من؟ اختیار دارین قربان؟ فعلا که میبینی وضع اینه. دارن سر من با روسا معامله میکنن. حالا از من چه خدمتی ساخت از قربان؟ برو ببین چه خبره. تکلیف من چیه؟ همین. اطاعت. اینجا لندن، بنگاه سخن پراکنی بریتانیا، بی بی سی. از تهران گزارش می‌رسد اوضاع این شهر به حالت عادی بازگشته و مردم از بهت‌زدگی و وحشت به در آمدند، زیرا دریافتند با ورود نیروهای متفقین و در رأس آنها نیروهای بریتانیای کبیر، ایرانی‌ها از تجاوز اس‌اس‌های بیرحم و آدم کشان آن نازی نیروهای یافتند. مغازه خوبان شده و در کاف شهرداری تهران دسته های موزیک اروپایی برنامه های آتی، موسیقی و رقص را از سر گرفتند. همچنین از محافل موثق خبر یافته ایم شاه سالخورده ایران پس از حدود 3 هفته تلاش برای همچنان بر تخت سلطنت ماندن و ادامه دیکتاتوری و آزار مردم و غارت اموال و املاک آنان، با توجه به اینکه حتی اگر دولتین متفقین موافقت کنند مردم حاضر به قبول اوضاع گذشته نیستند، تصمیم گرفته به نفع فرزند جوان خود شاهزاده محمد رضا پهلوی که تحصیلات کالج خود را در کالج لوروزه سوئیس به پایان رسانده و با اوضاع کنونی جهان آشنایی دارد، کنارگیری کند. آقای نخست وزیر، آقای بولارد سفیر انگلستان میخوان صحبت کنن. بله مستر بولارد. من باید حساب کار خودم رو بکنم، یه طوری به انگلیسی حالی کنم که من با اونا هستم. تو سفارت انگلیس فردی هست به اسم مستر ترات که رئیس اطلاعات انگلیس و نفر دوم سفارت خونه هست. میشناسیش که؟ نظرت چیه؟ یه نفر رو بفرستیم تا پیغام منو بهش برسونه. البته نه در سفارت انگلیس. خوبه. اون یه نفر کیه؟
آقای فردوس، دوست و همکلاسی قدیمی ولیعهد ایران. این خونه منو یاد رمان‌های چارلز دیکنز میندازه. بنا به خواست شما اینجا رو انتخاب کردیم. فقط 10 دقیقه میتونم در خدمت شما باشم. من نماینده والا حضرت ولایت عهد محمد رضا پهلوی هستم. مراتب سلام و ارادت والا حضرت رو خدمت دولت فخیمه بریتانیا اعلام می‌دارم. والا حضرت یک پیام فوری دادن. ایشون تمایل دارن که از حمایت ویژه دولت انگلستان برخوردار باشن. ایشون فرمودن به سفارت محترم دولت انگلستان بگید هیچ گرایشی به آلمان نازی و دولت منحوسش ندارم و میل دارم دولت شما این مهم رو قبول کنن. سلام سفارت دولت بریتانیا رو به ولیعهد ایران ابلاغ کنید. ما هم تمایل داریم از ولیعهد حمایت کنیم. البته ما از درون کاخ اطلاعات دقیق و مدارک مستند داریم که ولیعهد به رادیوهایی که در ارتباط با جنگ هستن به زبانهای انگلیسی و آلمانی و حتی فارسی گوش میدن. و یک نقشه جغرافیای بزرگی در اتاقشون دارن که شخص شما پیشرفت آلمان‌ها رو در صحنه‌های جنگ براشون در نقشه با سنجاق مشخص می‌کنه. برحال روس‌ها مخالف سلطنت در ایران هستند و تمایل به رژیم جمهوری دارن. آمریکایی‌ها بی‌تفاوتن، ولی ما به سلطنت علاقه‌مندیم به شرط اینکه ولیعهد تمام و کمال در خدمت خواسته‌های ما باشه. البته محمد رضا تنها کاندیدای سلطنت نیست، به برادرشون علیرضا هم فکر شده. تازه بقایای قاجارها هم هستن. اونا از همه چیز شما مطلع هستن. کی غذا میخورین، کی آماده شد میکنین، هر روز چه لباسی به تن میکنین. این روح در تمام جای این کاخ ولایت عهدی جاری هستن. الان شرایط طوریه که باید باشون کنار بیاییم. بگن که چی میخوان؟ هنوز جنگ ادامه داره. تو این شرایط که همه چی رو حواس، به تنها چیزی که باید فکر کرد اینه که اونا چی میخوان. بعدن باید به استقلال کشور فکر کرد. نباید بهانه دست کسی داد. از یه چیزی غافل نشو. این یه راهیه که اگه توش وارد بشی انقدر سرازیری هست که به سختی میتونی ترمز کنی. پس هر روز باید بیشتر از قبل به انگلیسی‌ها نزدیک بشی.